سلام، با ما همراه باشید با مشروع اخبار امروز. آوا آذری هستم. ابتدا سرخط خبرها. خطرناک و نگران کننده توصیف کردن قطعنامه حقوق بشر سازمان ملل از سوی ایران. سپاه مسئولیت تأمین امنیت نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفت. تأکید روسیه بر ضرورت تبادل نظر با غرب بر سر شبه جزیره کریمه. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد تصویب قطعنامه حقوق بشر این سازمان علیه ایران را خطرناک و نگران کننده توصیف کرد. اشاره محسن نظیری اصل به قطعنامه است که دیروز با 20 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع تصویب شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نظیری اصل دیروز و در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو تصویب این قطعنامه را عملی در جهت ایجاد شکاف بیشتر میان کشورها و تحمیل معیارهای خود به دیگران دانست. شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست دیروز خود همچنین مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در ایران را تمدید کرد. این شورا با تمدید مأموریت احمد شهید برای یک سال دیگر دوباره از ایران خواسته تا با آقای شهید همکاری کند و به او اجازه سفر به این کشور را بدهد. احمد شهید وزیر امور خارجه سابق مالدیو است که از 3 سال پیش به عنوان گزارشگر ویژه امور حقوق بشری ایران در سازمان ملل فعالیت می کند. با آنکه او تلاش کرده برای تهیه گزارش‌های خود به ایران سفر کند، مقام‌های ایرانی اما تاکنون این اجازه را به او ندادند. آقای شهید در آخرین گزارشی که در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران در 22 اسفند ماه سال گذشته ارائه کرد، نسبت به مواردی مانند اعدام‌ها، نقض اساسی حقوق شهروندی و اقلیت‌ها و عدم استقلال سازوکار قضایی هشدار داد. گزارش‌های او البته همواره واکنش مقام‌های ایرانی را به دنبال داشته و آنها این گزارش‌ها را غیر واقعی و مغرضانه دانستند. پیش از این برخی ناظران می‌گفتند با پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای و با رایزنی‌های ایران مأموریت احمد شهید دوباره تمدید نخواهد شد. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادیم با محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران، و از او پرسیدیم آیا انتظار تمدید مأموریت آقای شهید وجود داشت و آیا این را می‌توان خیزش جدید حقوق بشری علیه ایران دانست؟ از زمان انتخاب آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، یکی از اهداف اصلی حکومت ایران بهبود روابط با کشورهای غربی بوده و اینکه مسئله حقوق بشر آنطور که قبلا در مجامع بین‌المللی مطرح میشد مطرح نشه، و به همین دلیل اگه به خاطر داشته باشیم در ماه‌های اول بعد از انتخابات ایشون قول و قرارهای زیادی وجود داشت در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر. چندین زندانی رو آزاد کردند یا به مرخصی فرستادند و همه اینها در همین راستا بود. البته انتظار نمی‌رفت که طی این مدت کوتاه بتونن از تمدید مأموریت آقای احمد شهید گزارشگر ویژه جلوگیری کنند، چون که موارد حقوق بشری اونقدر زیاد هست، موارد نقض حقوق بشر، که ولی خب انتظار میرفت که به خاطر این دیالوگی که در با کشورهای غربی به خصوص آغاز کردند، شاید تعداد آرای مثبت به تمدید این مأموریت کمتر شه، که خوشبختانه اینطور نشد. ولی ما فکر میکنیم که حکومت ایران کلن این هدف رو دنبال خواهند کرد تا دفعه بعد، تا رأی‌گیری بعد، و من فکر میکنم به همین دلیل خیلی مهم هست کاری که نهادهای حقوق بشری انجام میدن، از تهیه گزارش‌ها و مدارکی در مورد نقض همواره حقوق بشر در ایران. و البته این رو هم بگم که این در 2 ماه گذشته توجه بیشتری از طرف مجامع بین‌المللی به مسئله حقوق بشر شده، به خصوص با انتشار آمار اعدام‌ها در سال گذشته که نشون میده
بیش از دو سوم تمامی اعدام‌ها در دوره پس از انتخاب آقای روحانی صورت گرفته و همچنین اعدام‌های سیاسی در مناطق اتنیکی افزایش یافته و من فکر می‌کنم که این رأی‌گیری یک در واقع پیام مهم هست به مقامات ایرانی که حرف کافی نیست و باید در عمل نشون بدن که وضعیت حقوق بشر تغییر یافته. به نظر میرسد واکنش نماینده ایران در سازمان ملل درباره این قطعنامه به شدت و تندی گذشته نیست. از آقای امیری مقدم همچنین پرسیدیم آیا در سیاست حقوق بشری ایران تغییری ایجاد شده؟ محتوای صحبت‌های نماینده ایران هیچ فرقی با محتوای نمایندگان در سال‌های گذشته نداره، یعنی اینکه این قطعنامه رو سیاسی می‌خونند، میگن که هیچ اعتباری نداره و اینکه سعی می‌کنن که توجه رو به مسائل دیگه، به مسائل فلسطین و جاهای دیگه جلب کنن، ولی شکل، یعنی از جملاتی که استفاده می‌کنن فرق کرده و این هم در همون راستای اون تغییری که ما در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از پس از انتخاب آقای روحانی دیدیم میشه این رو دید. همونطور که بیاد داریم، برای مثال آقای روحانی نحوه صحبتش در سازمان ملل با آقای احمد نژاد خیلی فرق میکنه، ولی اگر به محتوای سیاست جمهوری اسلامی نگاه کنیم تغییر نکرده در زمینه حقوق بشر. من فکر میکنم که عکس العمل نماینده ایران در سازمان ملل هم در واقع باید به همین شکل بهش نگاه کرد که تا کنون این فقط یک تغییر در شکل بوده و محتوا هیچ تغییری نکرده. تحلیل محمود امیری مقدم، بنیانگذار سازمان حقوق بشر ایران، را درباره قطعنامه سازمان ملل و واکنش ایران به آن شنیدیم. وزارت امور خارجه ایران خبر می‌دهد کمیته ویژه‌ای را با هدف پیگیری مسئله مرزبانان ربوده شده به دست گروه جیش العدل تشکیل داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، هدف این کمیته را تلاش برای روشن شدن هرچه سریع‌تر وضعیت مرزبانان گروگان گرفته شده دانسته. 5 مرزبان ایرانی 17 بهمن ماه در منطقه مرزی جنوب سیستان و بلوچستان گروگان گرفته شدند. با آنکه گروه جیش العدل میگوید یکی از این مرزبانها را کشته، اما برخی مقامات ایران میگویند این خبر را نمیتوان با قاطعیت تایید کرد. ایران در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای آزادی این مرزبانان گسترش داده. حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور چند روز پیش با نواز شریف نخست وزیر پاکستان صحبت کرد و خواستار اقدام جدی اسلام‌آباد در این مورد شد. ایران میگوید پایگاه گروه جیش العدل در پاکستان است. در همین حال سپاه نیوز خبر داده که سپاه مسئولیت تأمین امنیت 300 کیلومتر از نوار مرزی سیستان و بلوچستان را بر عهده گرفته. هدف از این اقدام جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی و اشرار مسلح منطقه عنوان شده است. سپاه نیوز همچنین نوشته در همین ارتباط محمد علی جعفری نماینده سپاه پاسداران نیز از نوار مرزی ایران و پاکستان در منطقه سراوان بازدید کرده تا از میزان آمادگی نیروهای قرارگاه سپاه قدس برای تأمین امنیت این منطقه آگاه شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز بار دیگر از رویکرد دولت محمود احمدی نژاد در عرصه سیاست خارجی انتقاد کرد و گفت ساختمانی که در 8 گذشته خراب شده در چند ماه درست نمی شود. او امروز در دیدار نوروزی با تعدادی از وزیران و مدیران دستگاه‌های اجرایی گفته این دولت حالا در حال برداشتن آوار هاست. به گفته آقای روحانی دولت او از زمان روی کار آمدن گام‌های خوبی در عرصه سیاست خارجی و اقتصاد برداشته. او پیش بینی کرد دولت نرخ تورم را در سال جاری به 25% خواهد رساند. به گفته کارشناسان کشور در اسفند ماه تورمی حدود 38% را تجربه کرده است. و حالا نگاهی می‌کنیم به اخبار کارگری امروز.
عضو کانون صنفی مسئولین حفاظت فنی و بهداشت کار. نقش کمیته های حفاظت فنی در کارخانه ها نمایشی است. مسئول کانون شوراهای اسلامی کار کردستان به دلیل درج عناوین غیر واقعی در فهرست بیمه کارگران مشمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور در استفاده از این قانون مشکل دارند. سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان از همه مخالفان دخالت حزبش در جنگ سوریه خواست تا ماجرای سوریه را تمام شده بدانند. او که عصر امروز در مراسمی در جنوب لبنان سخن می گفت، بر آنچه که شکست گروه های مخالف بشار اسد خواند تأکید کرد و گفت که معادلات منطقه تغییر کرده و همه باید بر اساس تحولات جدید روش های 3 سال اخیر برای از بین بردن بشار اسد را کنار بگذارند. او دخالت حزب الله لبنان در سوریه را باعث نجات کل منطقه خواند و گفت که جریان تحت رهبری وی در همه زمینه‌ها نسبت به گذشته بسیار قوی‌تر و قدرتمندتر شده و قوی‌تر نیز خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از احزاب لبنانی دخالت حزب الله در سوریه را تهدیدی برای ثبات و امنیت این کشور توصیف می‌کنند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز اعلام کرد کشورش قصد حمله به خاک اوکراین را ندارد. او همچنین بر ضرورت تبادل نظر با غرب بر سر مسئله کریمه تاکید کرد. سخنان لاوروف یک روز پس از آن مطرح می شود که اوباما و پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه با یکدیگر تلفنی صحبت کردند. تماسی که اگر چه کاخ سفید جزئیات آن را اعلام نکرده، اما نخستین ارتباط مستقیم رؤسای جمهور دو کشور از آغاز بحران کریمه تا کنون به شمار می آید. در 2 روز گذشته آمریکا و اتحادیه اروپا نگرانی خود را نسبت به لشکرکشی روسیه به مرزهای شرقی اوکراین ابراز کرده بودند. دفتر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بامداد امروز مورد حمله نیروهای مهاجم قرار گرفت. این کمیسیون که نهاد اصلی برگزار کننده انتخابات محسوب می شود، بنا بود امروز ارزیابی امنیتی خود را از وضعیت انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است شنبه آینده در افغانستان برگزار شود اعلام کند. ایوب سالنگی معاون امنیتی وزارت کشور افغانستان عصر امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از حمله 5 مهاجم انتحاری پوشیده در چادر خبر داد و گفت که آنها پس از 4 ساعت درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. این حمله با انفجاری در نزدیکی این دفتر آغاز شد و با پرتاب موشک به ساختمان کمیسیون ادامه یافت. در درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان اگرچه 2 نفر زخمی شدند، اما مقامات افغانستان به خبرگزاری ها گفتند که آمادگی این حملات را داشته اند و پیش بینی های لازم را برای مراقبت از مدارک انتخاباتی و حفظ جان کارکنان دفتر کرده بودند. ساعتی پیش گفتگوی انجام دادیم با نصرت الله اقبال روزنامه‌نگار در کابل و از او ابتدا درباره جزئیات حمله امروز پرسیدیم. امروز حوالی ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان کابل گروهی از مهاجمان انتحار کننده در یک ساختمانی که در حال ساخت بود در نزدیکی کمیسیون مرکز دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات حمله کردند و از اونجا با سلاح‌های سبک و سنگین دفاتر کمیسیون انتخابات را هدف قرار دادند. در نخست گفته میشه که چند کارمند امنیتی اداره کشته و زخمی شدند، اما تا حال که تازه ساعت 5:30 بعد از چاشت این رویداد پایان یافت. نیروهای امنیتی تا اکنون هم در مورد آمار دقیق کشته شده ها و زخمی های رویداد چیزی نگفتند، اما از کارمندان رسمی کمیسیون هیچ فردی گفته میشه که کشته نشده و مقامات امنیتی همینطور گزارش دادند. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفتند، اما چون رسانه های افغانستان تعهد کردند که برای مدت خبرهای طالبان را نشر نمی کنند، به این سوژه هیچ رسانه افغانستانی تا حال نپرداخته. سخنان نصرت الله اقبال روزنامه‌نگار را درباره جزئیات انفجار امروز شنیدیم.
کمتر از یک هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، طالبان حملات خود را شدت بخشیده. دیروز هم حمله انتحاری به یک مجتمع خارجی صورت گرفت و طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفت. از آقای اقبال همچنین پرسیدیم این حملات و ناامنی ها چقدر امنیت و میزان مشارکت را در انتخابات پیش رو تحت تأثیر قرار می دهد. در یک هفته گذشته در چند نقطه شهر کابل و یکی دو ولایت حملات انتحاری صورت گرفته و این بدون شک تأثیرات بسیار جدی روی روند انتخابات داره و دقیقا هدف طالبا هم ماهی است که میخوان مانع رفتن مردم با طرف صندوق‌های رای دهی شوند و مانع شوند که مردم در انتخابات شرکت بکنند. در این حال در چند روزی که حملات انتحاری در کابل صورت گرفته، گشت گذار مردم در شهر کمتر شده، رستوران‌ها و محلات جمعی که مردم جمع می شدند کمرنگ شده و در همین یکی دو روز اکثرا رستوران‌هایی که در شهر کابل قرار دارند و بیشتر اونجا شهروندان خارجی و یا مقامات تاجران افغانستانی اونجا برای غذا خوردن می رفتن، همیشان تقریبا در حالت تعطیل قرار دارن و بدون شک یک تاثیر بسیار منفی روی روند انتخابات هم داره و بسیار مشکل است که در روز انتخابات مردم آماده شوند با این وضعیت برون و رای خود استعمال بکنند. نظرات نصرت الله اقبال روزنامه نگار را از کابل شنیدیم. سازمان اخوان المسلمین مصر با انتشار بیانیه اعلام کرد تجمعات دیروز طرفداران و اعضای این سازمان مسالمت‌آمیز بوده، اما با هجوم نیروهای دولتی سرانجامی خونین داشت. به گزارش رویترز در تجمع اعتراضی اعضا و هواداران سازمان توقیف شده اخوان المسلمین دیروز در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر 5 تن کشته، 11 تن زخمی و حدود 80 نفر بازداشت شدند. بنابر این گزارش، یکی از کشته شدگان ماجد اشرف، خبرنگار روزنامه الدستور مصر است که برای پوشش اخبار اعتراضات به منطقه ای در شمال قاهره رفته بود. اعتراضات پس از آن از سر گرفته شد که همزمان با صدور حکم اعدام بیش از 500 تن از اعضای اخوان المسلمین، ژنرال عبدالفتاح سیسی نامزدیش برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام کرد. آقای سیسی تابستان گذشته در حرکتی اعتراضی محمد مرسی، اولین رئیس جمهور منتخب مصر را از قدرت برکنار و هوادارانش را سرکوب کرد. پیشتر سازمان عفو بین الملل آمار کشته شدگان در این سرکوب ها را بیش از 1400 تن اعلام کرده بود. هزاران تن از مخالفان دولت تایلند از ساعتی پیش بار دیگر به خیابان ها ریختند و خواهان استعفای نخست وزیر این کشور شدند. بانکوک پایتخت تایلند 4 ماه است که صحنه اعتراضات مخالفان دولت است. مخالفانی که علاوه بر درخواست استعفای نخست وزیر، خواهان انجام اصلاحات در نظام سیاسی کشورشان نیز هستند. مخالفت خانم یینگ لاک شیناواترا، نخست وزیر تایلند، با خواسته های معترضان بر خشم آنها و ادامه این تجمعات افزوده است. ازدواج همجنسگرایان از امروز در انگلستان و ولز قانونی شد و ازدواج نخستین زوج همجنسگرا دقایقی پس از تصویب این قانون صورت گرفت. قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان در انگلستان حمایت بیشتر احزاب سیاسی را با خود داشت. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیروز با حمایت از این قانون گفته بود اکنون همه مردم با هم برابرند و همجنسگراها تفاوتی با دیگران ندارند. او امروز هم در صفحه توییتر خود این روز را به همه همجنسگراها تبریک گفت. رفتار همجنسگرایانه در انگلستان از سال 1967 و در ولز از سال 1981 قانونی شناخته شده بود، اما قانون اجازه ازدواج را تا امروز به آنها نداده بود. سری میزنیم به آن سوی میله های زندان. وحید حقانی، نوکیش مسیحی زندانی، در اعتراض به مخالفت دادگاه انقلاب با آزادی مشروطش دست به اعتصاب قضا زد. اعتصاب شاهرخ زمانی، فعال کارگری زندانی در زندان قزلحصار کرج، وارد 18 همین روز خود شد.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از عدم انتقال 1.5 میلیارد دلار از پولهای آزاد شده ایران انتقاد کرده. مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتگویی با خبرگزاری مهر گفته بر اساس توافق ژنو در طول 6 ماه باید 4.2 میلیارد دلار از پولهای مسدود شده ایران در بانکهای خارجی به کشور بازگردد، اما تاکنون 1.5 میلیارد دلار آن به حساب‌های ایران در عمان و سوئیس واریز شده که امکان انتقال آن به داخل وجود ندارد. او علت را در عدم همکاری بانک‌های خارجی دانسته و افزوده بانک مرکزی باید در بانک‌هایی در خارج از کشور حساب باز می‌کرد که امکان انتقال وجوه از طریق آنها وجود داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به سفر خود به عربستان سعودی پایان داد. سفری که او با هدف بهبود روابط آمریکا با عربستان سعودی انجام داده بود. در این سفر موضوع ایران پررنگ بود. اوباما در دیداری که شب گذشته با ملک عبدالله پادشاه عربستان داشت، به او اطمینان داد توافق بد هسته‌ای را با ایران امضا نخواهد کرد. توافق هسته‌ای با ایران نحوه و میزان حمایت آمریکا از مخالفان بشار اسد در سوریه و بحران مصر از جمله دغدغه‌های عربستان است. موضوعاتی که رئیس جمهوری آمریکا را بران داشت پس از 5 سال راهی ریاض شود و از نزدیک با پادشاه عربستان به گفتگو بنشیند. در دیدار 2 ساعته اوباما با ملک عبدالله، رئیس جمهوری آمریکا همچنین به پادشاه عربستان اطمینان داد این کشور از مخالفان میانه رو در سوریه حمایت می کند. باراک اوباما را در این سفر جان کری وزیر امور خارجه و چند مقام ارشد دیگر همراهی کردند. و حالا یک جمله یک خبر. عبدالله جوادی آمالی: باید در چهره مردم تنفر نسبت به منکر دیده شود. احمد خاتمی: سبزه‌گره زدن در شأن ملت ایران نیست. امام جمعه بندرعباس: قانون اساسی جمهوری اسلامی محکمترین قانون جهان است. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس: توهین به ارزش‌ها ناشی از کمکاری دولت است. عباس کعبی عضو مجلس خبرگان: ساخت فرهنگ کشور کار حوزه‌های علمیه است. کمبود برق در آینده نگران کننده است. این را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید. آقای جهانگیری امروز و در جمع خبرنگاران در مازندران گفته باید حداقل سالانه 5000 مگاوات برق به میزان تولید فعلی اضافه شود، در حالی که نیروگاه‌های در دست ساخت 3800 مگاوات است. معاون اول رئیس جمهوری ایران همچنین درباره مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها اطمینان داده که این اقدام به حامل‌های انرژی شوک قیمتی وارد نمی‌کند و همه قیمت‌ها در حد 20 تا 25 درصد تغییر خواهد کرد. و حالا نرخ سکه و ارز در بازار امروز تهران. امروز دلار با 120 ریال کاهش نسبت به روز پنجشنبه در بازار تهران 30470 ریال فروخته شد. پوند با افزایش 700 ریالی 50700 ریال به فروش رفت. نرخ فروش یورو با 200 ریال کاهش نسبت به روز پنجشنبه 42000 ریال بود. سکه بهار آزادی طرح جدید هم با 60000 ریال کاهش نسبت به روز پنجشنبه 9 میلیون و 460 هزار ریال در بازار تهران معامله شد. امروز روز جهانی زمین است، روزی که صندوق جهانی طبیعت از مردم خواسته برای سلامتی زمین چراغ‌های خود را برای 1 ساعت از ساعت 8:30 به وقت محلی خاموش کنند. 29 مارس امسال 8th است که این روز با حمایت دوستداران محیط زیست گرامی داشته می شود تا برای 1 ساعت هم که شده زمین نفس بکشد. به مناسبت این روز چراغ‌های اماکن و بناهای معروف همچون برج ایفل در پاریس، کاخ کرملین در مسکو، برج خلیفه در دبی و تاور بریج لندن خاموش می شوند. و اتفاقی بی سابقه در موزه لوور.
کشاورزان فرانسوی برای نشان دادن اعتراض خود به اصلاحات انجام شده در سیاست‌های بخش کشاورزی اتحادیه اروپا، گوسفندان خود را وارد موزه لوور در پاریس کردند. موزه‌ای که بیش از 35,000 اثر هنری را در دل خود جای داده. گفته می‌شود لوور یکی از پربازدیدکننده‌ترین موزه‌های جهان است. سخنگوی معترضان گفته آنها با این حرکت می‌خواستند به دولت فرانسه بگویند با سیاست‌های اعمال شده کشاورزی فرانسه را هم باید در موزه پیدا کرد. به نظر می‌رسد کشاورزان معترض با این اقدام حداقل به یک هدف خود رسیدند و آن هم توجه رسانه هاست. تصور کنید در موزه لوور در حال قدم زدن هستید که با گله گوسفند مواجه می‌شوید. به طور قطع گیج کننده خواهد بود. واکنشی که بسیاری از بازدید کنندگان موزه لوور دیروز نشان دادند. حالا خبرهای ورزشی امروز. اسامی تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا اعلام شد. بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، در 59 کیلوگرم محسن حاجی پور، در 66 کیلو رامین طاهری، در 71 محمد کریمی، 75 برومند اصلان و سعید عبدولی، در 80 یوسف قادریان، 85 مجتبی کریمفر، 98 علی علیاری و در 130 کیلوگرم بهنام مهدی‌زاده نفرات اعزامی به این مسابقات هستند. سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز محمد بناست. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا از دوم تا هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در قزاقستان برگزار خواهد شد. دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال ایران برای شرکت در مسابقات لیگ جهانی، قهرمانی جهان و بازی‌های آسیایی از فردا در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. چندی پیش فدراسیون والیبال ایران با اسلوبودان کواچ برای هدایت تیم ملی والیبال ایران به توافق رسید. تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای برگزاری دیدار برگشت مقابل الاهلی امارات در چارچوب مسابقات لیگ قهرمانان آسیا فردا راهی دبی می شود. دیدار رفت را الاهلی با نتیجه 2-1 از سپاهان برده. دیدار برگشت این دو تیم سه شنبه برگزار خواهد شد. اما مسابقات اتومبیل‌رانی از جمله ورزش‌هایی است که در ایران با استقبال فراوانی روبرو شده و در حال حاضر بانوان زیادی نیز در این رشته هیجان انگیز ورزشی فعالیت می‌کنند. من خودم اولین باری که وارد پیست اتومبیل‌رانی شدم با یکی از همکاران وارد شدم. اولین راکفورد و ایشون به من یاد دادن. یادم میاد که انقدر این کار با هیجان انجام دادن که من به جای ترس پیاده شده بودم از ماشین، فقط میخندیدم. اینقدر این رشته رو خوشم اومد. این رشته یه رشته‌ای که واقعا یه هیجان خیلی زیادی داره. من خودم اولین مسابقه که دادم انقدر هیجانم زیاد بود، اگه 10 دور بود از دور پنجم به بعد واقعا اصلا انقدر تپش قلب داشتم و هیجانم بالا بود که وقتی که مسابقه تموم شد اصلا نمیتونستم از ماشین بیام بیرون. و واقعا به نظر من جوونای ما که انقدر هیجان و انرژی دارن میتونن بیان خودشون رو توی این پیستا محک بزنن، انرژیشون رو تخلیه بکنن و سیام که دارم اینه که توی شهر انقدر گاز ندن.
سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. شب و روزتان خوش و ایام بکام.